سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک. یه تمرین از مبحث مقاومت در مدار الکتریکی حل خواهیم کرد، اما قبلش چند نکته از مقاومت. وقتی میخوان مقاومت رو در فیزیک تدریس کنن، اون رو شبیه میکنن به جریان آب داخل لوله های پیش در پیش. یعنی همونطور که مقاومت میاد از انرژی بارهای الکتریکی کم میکنه و نمیذاره به راحتی عبور کنن، همونطور این لوله های پیش در پیش از فشار آب کم میکنن. هر چقدر مقاومت الکتریکی بیشتر، موجب میشه که چی؟ جریان کاهش پیدا کنه. جریان که کاهش پیدا کنه چه اتفاقی میفته؟ توان کاهش پیدا میکنه. یه لامپ 10 واتی، یه لامپ 20 واتی، اینا با هم چه فرقی دارن؟ لامپ 20 واتی VI جریان بالاتری در همون اختلاف پتانسیلی که لامپ 10 واتی قرار میگیره از خودش عبور میده. یعنی چی؟ مقاومت لامپ 20 واتی کمتره. مقاومت لامپی که توانش بیشتر کمتره، چون بیشتر جریان عبور داده. حالا یه نکته‌ای برای لامپ‌ها اتفاق میفته که متناقض نماه، چون از یه طرف ما میگیم مقاومت هر چقدر کمتر باشه توان بیشتره، از اون طرف لامپ قرار رشته تنگستن داغ بشه و نور بده. نکتهش اینه، هر چقدر که عبور کنه جریان از داخل این رشته تنگستنی، اون به دمای بالا میرسه و نور ایجاد میکنه و اینجا گرما همراستا شده با انرژی مورد نظر ما، یعنی نور. این یه نکته مهمی بود که مشابه جریان در لوله ها، جریان در مدار الکتریکی رو داریم. همونطور که پمپ انرژی میده، باتری هم انرژی میده. اما این نکته‌ای که تو کتاب گفته یه مقدار به نظر میاد اینجا در مورد مدار موازی و جریانی که عبور میکنه ما باید اینو توضیح بدیم. کل مطلبی که تو این پاراگراف میخواد بگه و این شکلایی که اینجا هست اینو میخواد بگه، هر چقدر لوله عریض‌تر باشه جریان بیشتری عبور میده. کل این مطلب اینو میخواد بگه. میگه تو شکل الف لوله های کوچیکی داریم که اگر قطر اینا اندازه هم باشه معادل یه لوله عریضی میشه که سطح مقطعش اندازه همونه. اینو نیومده بگه، اومده فقط لوله عریض رو با یک کدوم از اینا مقایسه کرده. خب که این خیلی بدیهی تره البته. اما در مورد مدارهای موازی و سری در منابع خارجی هم شما اگر جستجو کنید خیلی راحت با این کلمات میتونید پیدا کنید. اینجا F جریان آب، آهنگ جریان آب در واحد سطح، آی هم که آهنگ شارش بار که همون Q تقسیم بر T، دلتا Q تقسیم بر دلتا T. میگه وقتی که اینجا وارد میشه یه دونه اختلاف یه پتانسیلی داره، یه انرژی داره، اینجا یه پتانسیل دیگه داره، اختلافش میشه اختلاف پتانسیل، همون انرژی V، یعنی انرژی دیگه. میدونید پتانسیل همون انرژی پتانسیل به ازای واحد باره. پس تفاوت انرژی که یه بار پیدا میکنه تقسیم بر مقاومت، اینجا تفاوت فشاری که پیدا میکنه به ازای همون مقاومت در مورد عبور جریان آب. هر چقدر آی بیشتر باشه یعنی جریان عبوری بیشتره، بنابراین صورت این کسر رو ما دست نمیزنیم، ما نمیتونیم دست بزنیم. این همون باتریه. اینجا هم پیه که منهای پی دو مال پمپه. اون چیزی که ما میتونیم دست بزنیم آره، هر چقدر آر کاهش پیدا کنه مقاومت، آی افزایش پیدا میکنه. اینجا هم هر چقدر این دوله عریض سر باشه
یعنی مقاومت برای عبور جریان آب یا پیچ و تابش کمتر بشه، F فلو گردش بیشتر میشه. و مشابه جریان آب اومده اینجا برای سری و موازی مدارهاشو میبینید. اینجا یه انرژی از دست میده، مجددن اینجا انرژی شو از دست میده، بعد با بی انرژی بودن میرسه به باتری، دوباره این گردش اتفاق میفته. اینجا هم این دوتا لوله که نازک هستن انرژی رو میگیرن. سری بودن این خصوصیت رو داره که انرژی رو کاهش میده. یعنی الان ما اینجا لامپ داشته باشیم، دوتا لامپ 100 وات، نورشون نسبت به وقتی یه دونه لامپ 100 وات بود کمتره، چون یه مقدار انرژی رو این میگیره یه مقدار دیگر این. اما اگر به صورت موازی بحث بشه، میبینید اینجا همون انرژی اینجا رو داره، اینجا هم همون 12 ولت، اینجا به یه سیم وصلن دیگه 12 ولت، اینجا 0. پس اینجا همون اختلاف پتانسیل رو دارن، برای همین به صورت موازی بحث میکنن تو خونه همه وسایل رو که یک اختلاف پتانسیل رو دارن. و یه خصوصیت دیگه هم داره، اگر مدار سری باشه قحطی ایجاد بشه کل مدار از کار میافته. اما توی موازی میبینید این قسمت اگر از کار بیفته، مثلا این بسوزه لامپش، باز همچنان این روشنه 6 اوهمیه. اما بریم سراغ مسئله خودمون. البته این تست کنکور بوده، گزینه‌ها رو نداریم، خودمون حل میکنیم. در مدار مقابل با افزایش مقاومت آردو، آردو کجاست؟ اینه، یه مقاومت متغیر. شدت جریانی که آمپرسنج آ نشان میدهد و اختلاف پتانسیلی که ولتسنج وی نشان میدهد چگونه تغییر میکنند؟ باید چی کار کنیم؟ تا الان چیزهای قطعی که فهمیدیم اینه، مقاومت کل مدار با افزایش مقاومت آردو افزایش پیدا کرد، بنابراین جریان کاهش پیدا کرد. دلیلش هم اینه، ای منهای آی آر مساویه با آی ضرب در مقاومت کل آر ای کل، و آی اگر یه طرف بیاریم میشه ای تقسیم بر آر به علاوه آر خارجی. این افزایش پیدا کرد، جریان کاهش پیدا کرد. ببینید خیلی از چیزها هست تو کتاب نیست، فقط شما باید برگردید هی مفاهیم رو تکرار کنید. وقتی که این ولت سنج دو سرش وصل شده به دو سر مقاومت، این دو سرم وصل شده اینجا، یه جابجایی انجام بدیم تو این شکل، ببینید چقدر راحت تر حل میشه. این نیروی محرک مولد باتری، اینم R1، اینم R2، این آمپرسنج. حالا من میام اینجا بس میکنم R3 رو و ولتمتر رو اینجا، ببینید چقدر این مدار به ما پاسخ راحت تر میده. جریان با افزایش مقاومت توی این قسمتی که دورش دارم خط میکشم، این دوتا با هم موازی با اون R1 سری، درسته یا نه؟ وقتی که ما مقاومت های سری داشته باشیم، یکی که افزایش پیدا کنه، مثلا اینو بگیریم R2، اینو بگیریم R1، وصل شدم به یه باتری،
اونی که بیشتر مقاومت داره چی کار میکنه؟ جریان که یکیه دیگه. اونی که مقاومت بیشتری داره باعث کاهش بیشتر انرژی میشه، یعنی اختلاف پتانسیل دو سرش بیشتر میشه. خب اینجا هم همینه دیگه. در حقیقت ولت سنج دو سر اینجا بس شده، دو سر این بس شده، پس در حقیقت ما داره اینو حساب میکنیم دیگه. یعنی این آر دو بگیرید آر ای کیو، همون معادل آر دو آر سه، افزایش پیدا کنه اختلاف پتانسیل هم دو سرش افزایش. یه جور دیگه تحلیل کنیم جالبتر. این ساده کردیم اینجا آر یک، اینجا مقاومت آر دو، اینجا هم مقاومت آر سه، اینجا هم اختلاف پتانسیله. میتونیم اینو ساده تر در نظر بگیریم برای اینکه اختلاف پتانسیل رو پیدا کنیم. این دوتا میتونه در نظر گرفته نشه. چرا؟ به خاطر اینکه با یه سیم وصلن دیگه. ببینید اینا همه با هم مرتبطن دیگه، هیچ چیز بین اینا که نیست. من ساده ترش رو اینجا پایین رسم میکنم. مقاومتش صفر دیگه. آمپرسنج ایدئال باشه که اینجا هست. خب الان وی اختلاف پتانسیل چی رو داره نشون میده؟ بیایم حلقه رو براش بنویسیم. اینجا رو هم بگیریم آ، اینجا رو هم بگیریم بی. وی بی منهای وی آ همون اختلاف پتانسیله. از اینجا شروع کنیم، از خود وی آ شروع کنیم، یه دور بزنیم وی آ برسیم به وی بی. البته اگر از وی آ شروع میکنیم باید خلاف جهت بریم، پس بهتر از وی بی شروع کنیم که راحت تره. وی بی از منفی داره میریم مثبت، بنابراین به علاوه نیروی محرک منهای مقاومت خارجی در جریان منهای جریان. میدونم آیه که، اما ما الان دیگه این مدار ساده شده رو داریم مساوی وی آ. حالا شما به من بگید وی بی منهای وی آ رو همون اختلاف پتانسیلی که ولت سنج نشون میده آیا برابر نیست با، البته اگه بگیم وی آ منهای وی بی بهتره. چرا؟ چون دیگه منفی در نمیاد. پس ای منهای، چون اختلاف پتانسیل وی آ بزرگتری دیگه در جهت جریان داره میریم، این کمتر از، خب وی آ منهای وی بی میشه ای منهای آی آر به علاوه آر. جریان دیدیم کاهش پیدا کرد، آر و آر هم که ثابتن، ای هم که ثابته. حالا شما به من بگید ای منهای آی دب در پرانتز آر به علاوه آر غیر از این هست که افزایش پیدا میکنه؟ اینم از طریق دوم. متشکرم، خدا نگهدار.